از یه جای پاریس نمیدونم کجا بود، ولی میخواست با استفاده از
اطلاعات فیزیکیش به من بی سواد ثابت بکنه که میشه عکس یک کسی دیگر رو در کره ماه دید. چرا؟ برای اینکه علم را در خدمت اعتقاداتش به کار میگرفت. بشری که بچه امتیازش از حیوانات فقط عقل و خرد، ما از همه حیوانات از هر نظر ضعیف‌تری، مثل یه ماه نمیتونیم پرواز کنیم، مثل یه ماهی نمیتونیم شنا کنیم، و اگر به ما کمک نکنم در چند سال اول از اداره کردن زندگی خود عاجز. تنها موردی که وجه امتیاز انسان از حیوان است خرد و دانایی، و این خرد و دانایی تحت تأثیر تلقینات دوران کودکی و اعتقاداتی که جامعه به ما تحمیل کرده همچنان بی اثر می‌ماند. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با قوه ادراک مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند و در امور قبیله خواه سیاسی، خواه مذهبی، خواه وطنی دنبال تلقینات خودش است. برای من خیلی جالب بود، من بچه آذربایجانم و از بچگی خانواده ما خانواده بوده که مثل سایر آذربایجانی آش خیلی دوست داشته. بچه های من صبح آش بدید میخورن، شب آش بدید میخورن. ما 3 سال پیش رفتیم از کانادا، یه عروس کانادایی آوردیم که پدرش ایرانی، مادرش انگلیسی. برای اولین بار بود وقتی این گفت من آش دوست ندارم، مثلا موندم، یعنی مگه میشه؟ ای بابا تو آش دوست نداری؟ گفت نه. مگه میشه یه نفر آش دوست نداشته باشه؟ بعد یواش یواش دیگه ما خیلی چیزا هست که ما به علت تلقینات، به علت به اصطلاح اصرار خانواده خوشمون آمده دوست داریم، اما دیگران دوست ندارم. من یادم میاد که در ایرانم از این غذاهایی که درست میکردن آب و گلاب میزدن و بعضی از چیزا، من خودم مشکل داشتم و الانم دارم، وقتی اونو میخورم احساس میکنم صابون میخورم، و وقتی به دیگران میگم میخندم، یعنی طعم صابون میده. طعم غذاها هم در ذهن ما یاد گرفته. سلول های مغزی ما ادویه هایی که مادر به کار می برده حفظ کرده. بهترین غذا غذای مادر است. من یه مدتی به کار رستوران پرداخته بودم، فکر می کردم که فقط در دنیا ما 10-20 نوع ادویه داریم و ادویه هایی داریم. بعد اون آقایی که آمده بود یه لیست گذاشت جلوی من، 700 نوع بیشتر ادویه است. ما فقط 10-15 نوعش میشناسیم و ادویه هایی که میشناسیم فکر میکنیم که خوبه. امروز دنیا کوچک شده، ما به دهکده کوچک رسیدیم و معیارها عوض شده. ما بچه بودیم، من میرفتم دبیرستان رشدیه، اونجا رو تابلوها نوشته بودن این گلا رو مگه حاضر بکنید بیارید بزنید جا، من خیلی خوشحال میشم. همینطور اگر این چوب پرچم رو بیارید و پرچم رو ببرید بالا، خب وقت روی دیوارا به خط خوش، یه دفعه گفتم از آقای حیدری هم خطش زیباتر بود، حیدری بدش بود ولی واقعا خط زیبایی نوشته بودن این جمله را. و معلم انشای ما سعی میکرد که به ما بگه با این انشا بنویسید، و اون جمله این بود: مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. وقتی معلم انشا مون گفتش که راجع به این شعر انشا بنویسید، من گفتم آقا این اصلا خودش غلطه. یعنی چی غلطه؟ مثلا این قبول ندارم، مردانگی به عقل و خرد و انسانیت و منطق بسته میداره، چه ارتباط داره به شمشیر؟ خب یه روی من رفتم بیرون، نمره بدن گرفتم، ولی هرگز نفهمیدم که بین مردانگی و شمشیر چه رابطه‌ای وجود داره. دنیای امروز خیلی کوچک شده، دلها به هم چسبیده، ما به خاطر مرگ آدم‌ها در افریقا متأثریم، ما به خاطر شادی انسان‌ها در استرالیا خوشحال، ما یک دهکده جهانی داریم و یک انسان. و در این زمان پیام سازان، پیام آوران، نویسندگان مطالبی که میگویند اگر در جهتی باشد،
در برتر بودن این ملت و برتر بودن اون ملت دیگه خریدار نداره. بچه های ما بهتر از ما با سیاها و چشم و بادامی ها کنار میان و این مطلب را به شدت درک میکنم. اینه که شعر و شاعری هم جاشو عوض کرد. پیام از این که ابروی دلدار چگونه بوده، زلف یار چگونه گذشته، به مسائل روزمره رسیده. چه دیدی از زندگی داشته باشیم، چگونه انسانها را ببینیم و به دنبال چه کسانی بگردیم. با صحبت پسرم و جمعه ما که مخواستیم بریم به کانادا برای خواستگاریش، من سه تا تابلو از حیدری بردم به عنوان کادو. یکی از اینا نوشته بود که من به دنبال چه کسی هستم، که امیدوارم آقای حیدری کتابش اینجا باشه و این شعر را میشه برای شما بخونم. در اینجا نوشته من به دنبال کسی هستم که انسان باشه، از من و منیت و غرور به دور باشه و انسانها را دوست داشته باشه و قلبش به اندازه یک دریا صاف باشه. حالا چرا من بگم؟ بذاریم کسی که این شعرها را سروده و کسی که نوشته هایش، شعر هایش. بعض وقتا اونا میگن که آقای حیدری شعر با قافیه نمیگوید. من میگم مهم نیست برای با قافیه یا بی قافیه. آنچه را که زیبا خلق میکند، نگین انگشتری که میسازد، کلام را بغل جمله که میافزاید، زیباست. اگر باور ندارید یا اولین بار است که به شعرش گوش میدهید، اجازه بدید خودش بیاد و خودش رو بهتر معرفی کنه. استاد حیدری. با عرض سلام، آقای مهندس فیروزی می‌فرمایند که یه بار گفتم خط فلانی خوب آقای حیدری بدیشون به نسودی شد. من خودم شاید به 40 تا 50 نفر تا حالا خط یاد دارم، لذت میبرم. اینجا من تنها پیدا کردم. نه آقای مهندس، من دوست دارم همه مردم هنرمند باشن و همه عاشق باشن و وقت من لذت میبرم. یک کمی خسته می کنم در وقتی که 2 ساعت را می هم خدا به داده آقای دکتر هنر خوی برسه که این همه را از صوت آدم اینجا خسته شده. حالا باز هم خوبی هم صحبت کنم، قدرشو بدونی من که قلبا دوستشون دارم و پرس از عشق پرسیدن ندارد، کل بی عشق بویدن ندارد. اگر خورشید عالم نیست عاشق، شعاع صورتش دیدن ندارد. گل بیرنگ را از ریشه برکن که هر گل ارزش چیدن ندارد. زمینی را که خاکش نیست مرطوب، عزیزم بذر پاشیدن ندارد. اگر رهرو طواف دل نداند، به دور کعبه چرخیدن ندارد. نگردد صاف و سیغل صورت خشت، نسایش جای سایدن ندارد. بگو من عاشقم عاشق ترینم، بیان عشق ترسیدن ندارد. لب معشوق اگر گرمان بخشد، به جان دوست بوسیدن. رفیقی گفت راز زندگی چیست؟ تو گفتم راز پرسیدن ندارد. به پای عشق اشکی تازه ریزیم که ابر کهنه باریدن. در آسمان نگاه من، البته های مهندس فرمودن که حالا دیگه دوران زلف یار و لب یار اینا گذشته، من مثل که خلاف جهت ها میرم. حالا مهندس اجازه بیدیم من برای
پرسیدم از استاد چرا میگویند در مکتبی خاص بشر انسان است. فرمود خدا گفته که روح هم در اوست، زین روز یقین که بخشی از یزدان است. گفتم ز چه رو میکشد و میدرد؟ فرمود که یک بخش از او حیوان است. گفتم که فریبکار و بد آموز است. فرمود که بخش دیگر شیطان است. گفتم ز چه حیوان و خدا و شیطان جمعاً در این خانه مگر زندان است؟ فرمود که نور در دل تاریکی است، در هستی مرگ زندگی پنهان است. گر درد نباشد به جهان درمان نیست، آن سوی زمان درد همون درمان است. شیطان و خدا و آن چه در عالم هست، با دیده دل چوبنگری یکسان است. با این همه نام عرصه را تنگ نکن، هر چیز که هست در خود انسان است. ولی نمیشه راجب روزه. شبنمی با برگ گل آهسته گفت، همنشینی با تو جانم را شکفت. رنگ رویت جلوه اندام من، نقش رویت گشته طرح جام من. همدمی زیبا پس گل برگ پاک، کس ندارد در تمام روی خاک. من عروس سوگاه روشنم، چون که گل برگ تو شد رخت تنم. هم لطیفی هم معطر هم نجیب، نیستی چون دیگران اهل فریب. نکته سربسته در فکر تو نیست، جز پیام عاشقان ذکر تو نیست. بلکه گل خندید این تعریف ها، گفت خرسندم از این توصیف ها. شب نمی تو گوهر یک دانه ای، صبح دم زیبا ترین دردانه ای. چون نگینی بر سر انگشترم، عشق پاکی روی گلبرگ ترم. رنگ زیبای مرا آینه ای، پاک پاکی آری از هر کیله ای. حیف عمرت چند ساعت پیش نیست، عاشقان را این چنین تعجیل چیست؟ تا به خود آیم ببینم کیستی، لحظه دیگر بپیشم نیستی. شعله خورشید بیتابت کند، می کشاند سوی خود آبت کند. بیرمه بیرنگ بیزورت کند، در قبار بیکران دورت کند. شبنم از سوز درون آهی کشید، تازه گلبرگ تر این تعریف دید. گفت حرف از یک دم و یک سال نیست، عاشقان را این بیان حال نیست. صحبت از یک لحظه با هم بودن است، در کنار یکدیگر آسودن است. صحبت از لبخند پاک سادگی است، صحبت از افتادگی آزادگی است. گرچه عمرم چند ساعت بیش نیست، در درونم اندکی تشویش نیست. چون که اصل زندگانی یک دم است، در کنار هم دمی صاحب دم است. غم ندارم گر نباشم بعد از این، زندگی را نیست معنا غیر از این. از نخ شب روشنایی بافتم، در کنار زندگانی هم. می‌پرسن کیست مشروعه تو که راجب عشق نیست. کیست آن کس که تو را با نگاهی به بلندای محبت برده؟ کیست آن کس که ز جام وحدت با
تو تا میلوی شبهای دراز می الفت خورده. کیست اون خورشیدی که حرارت داده به تن خسته تو؟ کیست اون صاحب ذوق؟ کیست اون زیبا رو که نهاده سخن مهر و وفا بر لب؟ راستی کیست که از خوشه تن قطره قطره می ناوت داده؟ تا روایت دل دیوانه تو از لبش جام شرابت داده؟ کیست اون سایه لرزنده شوق که به شعرت گل باورها ریخت؟ کیست اون کس که ز گلخانه ذوق به کلامت سخن دل آویخت؟ کیست این هسته سلول حیات که حیات دگرت بخشیده؟ کیست این دختر شیرین حرکات که گل بوسه به راحت چیده؟ کیست این شبنم صبح خواهش که به تصویر دلت جای گرفت؟ کیست این روشنی صبح مراد که به تاریکی تو پای گرفت؟ کیست این لوحی عرفان و کمال که تو را آینه بیداری است؟ کیست این لذت پوینده عشق که در اعماق وجودت جاری است؟ کیست لیلای تو مجنون شده ای؟ کیست شیرین تو در کوه جنون؟ کیست معشوقی رنگین رخ تو که سراپا آتش خون شده ای؟ او همان است که در سینه من جا دارد، بر روی چشم دلم پا دارد، مثل خون در همه سلول وجودم جاری است، همه جا معذر و مقوا دارد. او همان است که نامش نام است، در سکوت است و تفکر همه جا آرام است، نگهش حاوی سرپیغام است، بهترین آغاز است، بهترین ترجمه است. چه میخورد؟ خیلی راحته، خدا قصه بنده هاشو میخورد. جدی میگی؟ بله.
گفت خدا چه می پوشد؟ گفت خیلی راحته، خدا لباس ستاریت می پوشد تا گناه های بنده هاشو نبینه. گفت جدی می گفت بله. گفت خدا چه می کنم؟ گفت اجازه بدین که اینو بعدا تکرار درست کنم. آقا وزیر خیلی خوشحال شد، بلند شد و ریشی زد و حمامی کرد و ماشینش رو وقتی ماشین رو خالصکش رو آمد و وقت رفت شد پادشاه. پادشاه گفت برای چی اومدی؟ گفت من جواب سوالات آوردم. جدی میگی؟ گفت بله. خدا چه میکنه؟ گفت خدا گسته بنده‌هاشو میکنه. آفرین عزیز، آفرین. خدا چه میپوشه؟ لباس ستاریت میپوشه. گفت بارکلا، آفرین. خدا چه میکنه؟ گفت قربان این اجازه بدین چند روز دیگه خدمتتون عرض کنم. گفت وزیر من تو رو میشناسم، تو این لیاقت و جرگوزه و استعداد رو نداری، کی به اتیاب داره؟ گفت خودم کشف داره، گفت دروغ میگی، راستش نگی میزن جربه میشه. گفت امان بدید بگم. گفت امان بر پس یک بابا یه نوکری دارم پیش خدمت منه، اون بهم گفت بفرستی فرستاد آمان. گفتش که پسرم تو اینو یاد دادی سرش هم داد کنی. گفت معلوم میشه که نه تن آدم دانشمند و باسوادی، متواضع و فروتن هم هست. گفت آقا وزیر بل بابا. گفت لباساتو نوز کن. لباساشو نوز کرد. وقتی عوض کردم نوکر قدیم که الان وزیر جدید شد برگشت به ارباب قدیمش گفتش که قربان یکی از سوالات من بود که خدا چه میکنه؟ خدا این کارا رو میکنه. شما بگم که قطر اینجا را بدید. ما امروز در هتل مریت لاهویا برای جناب دکتر کنفرانسی گذاشته بودیم. بعد من یاد حکایتی افتادم که میگن یه وقتی یه نفر رفت یه مناطی نشست اونجا شیرینی خورد و خورد و خورد، وقتی تمام شد به اون صاحبش گفتش که آقا اگر کسی بیاد اینجا و خوب بخوره بعدم پول نداشته باشه چیکارش میکنی؟ گفت که پس گردنی میاندازیم میزنیم یه اندازه بیرون. گفت پس همین کار رو بکنه چون من شیرینی رو خوردم و پولم ندارم. اینو زد و انداختم بیرون. بعد از یکی دو ماه آمد گفت حاج آقا میتونم به همون نرخ قبلی بازم بیرونم؟ ما امروز اونجا یه مقدار آب گرم سفارش دادیم و فکر کردم که بچه آذربایجان رو زرنگه میکنیم و چای خودمون آوردیم. آقای دیمینی قندش آوردن آب گرم بدیم. هر گالونش چهل پنج دلار حساب کردن. فوری هم آوردن امضا گرفتن. گفتم آخه چیه؟ گفت قهوه نیست. گفت فرق نمیکنه قهوه یا چای، هر کدومش 45 دلاره. یعنی که ما صبح به مهمانانمون قهوه و چای دادیم، بعد از اون دیدیم صرف نمیکنه. گفتم حالا خودش رو که دادم دیگه، حالا گفتم آب بیاری، آب خیلی سالمه. یعنی که میگم قدر اینجا رو بدونید را کنم دفتگان از این کارا نمیکنه. خب زمانی که آدم ها برای رسیدن به صلح می جنگیدن، که اینم از اون حرف هاست که من هیچ وقت نفهمیدم، شاید نتیجه بی سوادی منه، چون آدم ها می جنگید آقا چرا می جنگید؟ برای این مخوام صلح بکنیم. این همه اسلحه روسیه ساخت، این هم اسلحه امریکا ساخت. گفتم برای چیه؟ گفتم برای حفظ صلحه. خب من نمیدونم یعنی چی، ولی یک چیز رو میدونم. از اولین روزی که بشر دنبال هنر رفته، یک عده برای آدم ها صلح آفریدن. اینا هنرمندانی هستند که با موسیقی کار دارن. زمانی که انسان ها از حرف زدن با میستن، زمانی که موسیقی میرسه، نه مرز میشناسه، نه ملیت میشناسه، نه نژاد میشناسه، فقط احساس آدم ها خطاب. به همین علت هنرمندان و خصوص اونهایی که با موسیقی سرکار دارن گلهای بیخار همه اجتماع هست. ما معمولا از این شانس های کمتر داریم، ولی این دفعه یکی از دوستای ما به من زنگ زد و مژده داد که آقای خیاط استاد محترم موسیقی در سان دیگو خواهند بود و این لطف خواهند کرد و به جلسه ما خواهند بود. به همین علت خلاصه ای از زندگی ایشون دست ما دادن. تو ما میدونی همیشه در معرفی این حضرات یه مقدار احتیاط میکنم. اگر یک کم زیاد بگیم یا میگم مبالغه کردیم، اگر یک کم کم بگیم باز مشکل ایجاد داره. ببینید که اجازه بدید همونطوری که در این فلایر نوشته شده خدمتشون عرض میکنم.
اولشون خیلی خوشتیپ و خوش قیافه‌ام و من از قیافه‌شون خیلی خوشحالم و از کردم که این همه سال این آقا چرا از ما قایم کرده. بعد ایشون در سال 1341 در یک خانواده هنردوست متولد شدم. قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم به علم صوتشناسی آشنایی پیدا کردم و طرز اجرای تمام دستگاه‌های سنتی ایرانی را یاد گرفتم. یکی از استادان ایشان آقای دکتر مرجعی صادقی بودن که آقای خیاط شاگرد ممتاز کلاس ایشان بودن و تمام ویژگی‌های موسیقی ایرانی را یاد گرفتن. آقای بهرام محمدزاده خیاط پس از اینکه به دانشکده هنرهای زیبا وارد شدن از آقای استاد پایور بهره وافری بردن و محضر ایشان را درک کردن و بعد در سال 1363 که استاد پایور به امریکا آمدن باز در محضر ایشان بودن و همینطور در محضر استاد ابوالحسن سما. بنابراین کاری را که شروع کردن هم آموختن که این تا اینجاش از نظر من فطری و طبیعی است. اما نکته‌ای که در این فلایر دیدم و میخوام با شماها به قول معروف مطرح بکنم اینه که آدم ها یه چیزی را که یاد میگیرن شاید برای احساس الزام خودشون است، ولی وقتی این را در طبق اخلاص میگذارن و به دیگران یاد میدهن ارزشش ده برابر میشه. شما میدونید که مثلا در زنجان یکی ده بودن چاقو میساختن ولی به هیچ یاد نمیدن. آدمایی بودن که صنعت رو برای خودشون، فرنه ها رو برای خودشون، اینا هم محترمن، ولی اونایی که شاگرد تربیت میکنن، اونایی که این آثار رو بعد از خودشون به یادگار میگذرانن و آنچه را که میدانن به دیگران میآموزن از نظر اجتماع ارج بالاتری دارن. اجازه بدید وقتی را بیشتر از این نگیرم و دعوت بکنم از آقای خیاط تشکرم اینجا و برنامه رو برمیگرده به اون فکر میکنه. و موسیقی که
محتوا نداشته باشه، بهتر شعرش هم پیامی نداره، محتوایی نداره که از این دست زیاد هست. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشه.
احتیاط، امیدواریم که این شانس رو داشته باشیم که در جلسات بعد هم شاهد هنرنمایشان بشیم. فوق‌العاده تشکر میکنم و امیدوارم که در این شهر، من خبر دارم که این افراد 40 سال به بالا هم شاگرد مکتبیشون هم دارن یاد میگیرن و امیدوارم این جرأت و جسارت به همه ما داده بشه. برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. یه چند دقیقه فقط میخوام تنفس بدم که بتونم دوستای با چند تا صندلی بذارم اونجا و این میکروفون رو برگردونیم با حالت اول. حالا بگیم که وقت رو بخواهیم بگیم این خلاوی من سا قرارم داده بول مثلا من بشیم کشم. میگه که یه وقتی یه موشی دید که آقا گربه میاد، گربه میدید این رخت رو فرار کرد در این سوراخ قایم شد. آقا موشه هرچی استاد دید که گربه نه های میامد سر میکشید دید که نه گربه همونجا کمی کرد. بعد از یه مدتی صدای سگ رو شنید، گفت ها خوب شد سگ داره بیرون. صدای سگ رو که شنید آمد از اونجا بیرون، ها اومد گربه میگرد. گفت قبل از اینکه منه بخوری به اون جریان سگ چیه؟ گفت کش که تو این دور و زمان اگه آدم دو تام زمان نداره کار شبه کرد. من هم ترکی میدونم هم فارسی. حالا نفهمیدم اینو برای اینکه ترکی میدونم زدی یا برای این فارسی هم میدونم. این کف زدن الان درسته بچه آذربایجان هست ولی یه قدر این هم میفهمون سر خیلی ها را به باد داده. یکی که به خاطر جریان رفتن اعدام شدن. من یادم میاد که دانشجو بودم در آنکارا، اون وقت آقای آدنان مندرز گرفتن محاکمه کردن و اعدامش میدن. وصیتی که کرده بود این بود وصیتش این بود که بچه های من در سیاست دخالت نکنید. گفت من بعد از اینکه 10 سال نخست وزیر بودم و با قدرت حکومت کردم در این مملکت الان باید تنام دار داده بوسم و میدونید بچه ها چکار کردن؟ واقعا به حرف پدرشون گوش دادم. در انتخابات ولی هر سه تا بچه رفتم و در سیاست دخالت کردم. اینم گفتم پیاده سیاست حکایتی افتادم تبریز. ما یه آقای بزرگواری داشتیم به نام حضر القاسم جوان. این کارخانه ترشتاش و ترشهای فوق العاده ریزباه دیمیستان و با شاه هم دوست بود. بعد از دوره پیشوری شاه که اومده بود به ایران خونه این مهمانش بود. بعد ها این دید که یک عده وکیل مجلس میشن، این هم درخواست کرد که اجازه بدن حضرت برای آذربایجان نماینده مجلس بشن. شرایط نگاه کردن دیدن که باید این مشاهد بگم سواد 9 کلاس یا 8-6 کلاس داشته باشیم نها نداره. بعد دستور دادن که این رو لاغر عضو انجمن شهرش کنه. در انتخابات بعدی آقای جواب عضو انجمن شهر 2 سال اونجا عضو بود. در یک مجلس یه آقایی که شرکت داشت بلاواسطه شنید که این گفته بود که من 2 سال وارد عضو انجمن شهر شده وارد سیاست گرد میکنم. الان میفهمم که آقای چرچیل چه میکشیده است. نگاه نکنم و شما را نبینم نمیشه. شما مثل نمک و فلفل هر سر سفره هم باید باشید و باید از وجودتون استفاده بشید. اینه که لطف کنید خود نشید. Thank you.
نیستی که دیدید. چرا؟ شاتمان فیروش، تو نیستی که ببینی چگونه عطس تو در عمق لحظه ها جاریست. تو نیستی که ببینی چگونه عطس تو در عمق لحظه ها جاریست. چگونه عکس تو در فرق شیشه ها پیداست. چگونه جای تو در جان زندگی سبز است. هنوز پنجره باز است. تو از بلندی ایوان به باغ میری. درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها به آن ترنم شیرین، به آن ترسم مهر، به آن نگاه پر از آفتاب میری. تمام گنجشکان که در نبودن تو مرا به باد ملامت گرفتند، تو را به نام صدا می کنند. هنوز نقش تو را از فراز گنبد کاج، کنار باغچه، زیر درخت ها، لب حوض، درون آینه آب پاک می دیدند. تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده است تنین شعر تو در چنین شعر نگاه تو در ترانه من. تو نیستی که ببینی چگونه میگذرد نسیم روح تو در باغ بی جوانه من. چنین شبها که از پاره های عقل سفید به روی لوح سپه تو را چنان که دلم خواسته است ساختم. چنین شبها وقتی که عبر بازیگر هزار چهره به یک لحظه می کند تصویر، به چشم هم زدنی میان آن همین صورت تو را شناختن. به خواب می مانم، تنها به خواب می مانم. چرا آینه دیوار بی تو غمگینم. تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار به مهربانی یک دوست با تو از تو می بودم. تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار جواب می شنوم. تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو به حق برای بروی حق که در این خانه هست قبار سوری اندوه بار گسترده است. تو نیستی که ببینی دل رمیده من به جز تو یاد همه چیز را رها کرده است. غروب های غروب در این دهاق نیاز پرنده ساکت و غمگین ستاره بیمار است. به چشم خسته من در این امید عوض دو شنگ سوخت جان همیشه بیدار است. تو نیستی که تو نیستی که آسمان بیاد به زمین که معمولاً کمتر میاد و اگر از ما بپرسن که خدا دستور داده یک درخواست خواهش را قبول بکنیم، درخواست شما چه خواهد؟ این سوال است که خیلی ها اندیشیدن، مکتب های زیاد روش کار کردن. اما بفرمایید اینجا جا هست دکتران هایی که سر باستا میتونن از دستان در این استوار بارد. شاید اولین چیزی که به یاد آدم برسه اینی که بگه به من پول بده، به من قدرت بده، به من شهرت بده، به من جوانی بده. همه اینا را بردن آزمایشگاه و امتحان کردن. چاره کار نیست. دانشمندان و متخصصین بر این باورند که اگر روزی همچه فرشته‌ای در روی زمین ظاهر شد و در خانه ما را زد، فقط از او باید یک چیز بخواهیم و از او یک درخواست داشته باشیم و بخواهیم که
کاری بکند که ما قابل عقل بخواهیم. بیندیشید و ببینید در طول زندگی چه چیزهایی به ما عقل داده و بر خرد ما افزوده است. معلم هایی که داشتیم، مکتب هایی که بودیم، محیط دانشگاه و دیگر. دنیای امروز به سرعت عوض می شود. اون روز یه آقایی به من تعریف می کرد و می گفتش که امریکا بیشترین پول را به سخنوران می دهد، به اونهایی که احاطه به کلام دارند و خوب سخن می دهد. از یه آقایی نام برد که این کمپانی های بزرگ استخدام می کنن. حق ورود به جلسه 400 دلاره و به خود اون آقا هم 10,000 دلار برای هر جلسه میدن و او راجع به تغییر کردن صحبت میکنه. باید تغییر کرد. دنیای امروز دنیای سکوت و سکون نیست. آنچه را که میدانیم کم است. دانش ما در طول 3-4 سال دو برابر میشه. کتاب های پزشکی در عرض 5 سال برمیگرده و دوباره چاپ میشه. این تغییر و تحول در تمام مسائل هست. بنابراین اجتماع برای عقب نماندن از قافله زندگی باید خودش رو با مسائل منطقی، علمی و انسانی آشنا کنه. این یکی از مورد هست. ما در این مورد به استاد، معلم، هنرمند، شاعر، خطاط، نقاش به همه چی احتیاج داریم. هر کدام از اینها مسئولیتی را عهده دارند. بعضی از اینها نوت می سرایند و بیشترین تأثیر را از طریق موسیقی می کنند. بعضی ها مثل استاد هیدری شعر صدف می سازند و راهی جدید جلوی پایوان می گذارند و بعضی دیگر به علت نطق و بیان و شیوه گفتار، منطق و خرد و دانش مخلوطی می آویزن و آن را به جامعه در نهایت صمیمیت عرضه میکنن. به شهادت اونایی که امروز در این کنفرانس بودن دیدن که جناب دکتر فرهنگ آلاکویی آنچه را که می گفتن انرژی وجودشان بود. وقتی بعد از 6 ساعت با وجود این که نطق و بیانشان همون گرمی را داشت ولی خودشان خسته شده. اما چون این خستگی در راه دانش، در راه انسانیت، در راه رسیدن به مدار تکامل و آزادگی است، همیشه برایشان قادر تحمل بوده و هست. بنیاد مهرگان امروز 6 سال فعالیت خودش را در این شهر شروع کرد و امیدواریم سالهای دیگری در خدمتتون باشیم. امیدواریم شما این چراغ را روشن نگه بدارید. امیدواریم جلسات ما همچنان برای شما ها قابل استفاده باشه و امیدوارم خداوند این به اصطلاح قدرت و تحمل را به دکتر فرهنگ آلاکویی بدهد که مثل همیشه به عهدش وفا کنه و حداقل ماهی یک بار در این جلسات ما را مستفیض صحبت بکنه و ما از خرمن دانش و فضیلت علم و دانش بهره مند بشیم. این شما و این دکتر فرهنگ فرمودن که دو تا زبان رو میدونن، ترکی و فارسی رو.
ترکی به احتمالاً بلدن، اما فارسی رو فکر میکنن بلدن. یاد فردی افتادم که گفت که اون کسانی که مغز سرشون موهاش ریخته خیلی فکر میکنن، اون کسانی که جلوش ریخته اینها خیلی سکسی هستن. گفتم باید که همه سرشون ریخته چی هست؟ گفتم اونا فکر میکنن سکسی هستن. حالا خوشبختانه جامعه سیوزی نیستن که این حرفا رو بشنوند، بعدم از فرصت استفاده کردم. فقط همونطور که فرمودن چند تا صندلی جلو خالی هست، اگر دوستانی که اون آخر هست مایل هستن تش بیارن بسیار خوشحال خواهیم شد. مطلبی رو جناب مهندس فیروزی راجع به عقل گفتن و اجازه بدید من یه نکته کوچیکی عرض کنم، بعد در خدمتتون هستم اگر پرسشی هست مطرح بفرمایید و بعد از تنفس هم اگر وقتی بنده داشته باشم با کمال میل افتخار در خدمتتون خواهم بود. اشاره به خستگی بنده فرمودن، به هیچ وجه از نظر روانی خسته نبودم، فقط به دلیل اینکه 6 ساعت یا 7 ساعت تقریبا ایستاده بودم. بعدم عرض کردم در سن و سال بنده وقتی 7 ساعت پشت سر هم میستید گرفتاری است. ولی امروز هم در اون جلسه عرض کردم اگر 50 ساعت یا بیشتر دارید، صبح بلند شدید دیدید هیچاتون درد نمی کنید، هیچ اشکالم ندارید، بدونید مردید. به اون سن و سال که آدم میرسه همیشه یه جایش اشکالاتی داره. خیلی متشکرم عزیز، بی نهایت مهندس فیروزی اشاره به مسئله عقل کردن، بنده رو اجازه بدید یه توضیح کوچولی راجع به این عقل مختصر عرض کنم. خب معمولا خانم‌ها درست میگن. آخه شما قسمت زبان رو تشک نداشتید بنده پشت سرتون چی گفتم، بعدا به عرضتون میرسون. به هر حال شما میدونید که در خصوص مسئله عقل گفتگویی که امروز از نظر علمی مطرح هست این هست که عقل یک پروسسی است، یک فرایندی است که به نظر میرسه توانایی این رو داره که نه تنها در چارچوب تجربی و انتزاعی یعنی ابستره حرکت کنه، بلکه میتونه به گونه ای عمل کنه و حرکت کنه که طبیعت کار میکنه. یعنی امروز میدونیم که فردی که عاقل هست کسی است که به گونه ای میاندیشه که طبیعت عمل میکنه و کار میکنه. و میدونیم که در هیچ جای طبیعت چیزی به اسم عقل، اون چیزی که عنوان rational mind یا reason وجود داره، موجود نیست. یعنی شما وقتی به جهان مادی نگاه میکنید میبینید که جهان مادی بر اساس قواعد و قوانینی حرکت میکنه و این حرکت اجباریست، یعنی جبر مطلق، و به همین جهت است که اساس علیت یعنی رابطه علت و معلول که بازگو کننده چگونگی حرکت جهانه به صورتی در میاد که ما میتونیم اون رو به حالت فرمول ریاضی بنویسیم. و همونطور که میدونیم اگر بتونیم فرمول‌های ریاضی رو به صورتی که باید بسط بدیم و گسترش بدیم، آنگونه که اینشتنی رو در آغاز این قرن گذشته یا آخر باید گفت انجام داد، ما توانایی رو داریم که حتی پدیده‌های فیزیکی یا طبیعی ناشناخته رو از قبل پیش بینی کنیم. به بیان دیگه طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده و کار میکنه. عقل انسانی تنها پدیده‌ای در جهان هست که توانایی این رو داره که در جهان هستی به گونه‌ای دخل و تصرف کنه که هیچ کدام از پدیده‌های دیگر حیات امکانش ندارن. به بیان دیگه هیچ موجود بر اساس عقل حرکت نمی‌کنه. پدیده‌های مادی بر اساس قوانین مادی، حتی جهان گیاه و حیوان بر اساس قوانین مشخص شناخته شده که کاملا قابل پیش بینی و توصیف عمل میکنه، و فقط وقتی که به انسان میرسه شما با یه موجودی روبرو هستید که توانایی تفکر و تعقل داره و به دلیل این تفکر و تعقل هست که امکان دگرگونی در جهان رو پیدا میکنه. اما سوال بسیار اساسی و حضوری که مطرح میشه این است که چرا فقط انسان صاحب عقل، و به همین جهت است که در مباحث علمی سخن از این هست که باید انسان به دلیل میلیون‌ها سال سابقه در ضمیر ناآگاه او که در مراکز پایینی مغز قرار داره نوری و یا شعله‌ای داشته باشه که اگر به درستی رشد پیدا کنه میتونه به یک باره کل سطح عقل رو
به اصطلاح نورانی و نورافشان کنه و امکان درک پدیده ها رو داشته باشه. و میدونید که در تجزیه و تحلیل های مذهبی و فلسفی این شعاع رو که عقل انسانی است از روح انسانی میدونن که خصیصه‌ای برای جهان ماده و متفاوت از پدیده های مادی شناخته است. به بیان دیگه آنها که به وجود روح انسانی واقفند و معتقدند، شعاع روح رو، نتیجه و حاصل روح رو عقل انسانی میدونن که در هیچ جای موجودات دیگه دیده نمیشه. و به همین دلیل است که جهان طبیعت بر اساس قانون ظلم حرکت میکنه. یعنی آنچه که من شما در طبیعت میبینیم اساسش بر ظلمه، زیرا بیش از دو سوم موجودات زنده برای هر روز زندگیشون احتیاج به کشتن موجود دیگه میبرن. یعنی من شما اگر در دنیای زندگی میکنیم که من فقط برای امروز زنده ماندن باید موجود دیگری رو بکشم، در یه چنین دنیایی که فقط 15 میلیون نوع حشره وجود داره، امکان این وجود نداره که توانایی رو من شما داشته باشیم که بگیم جهانی است که بر اساس عدالت و انصاف حرکت میکنه. بنابراین آنچه که در جهان طبیعت و طبیعی ما میبینیم ظلم کامله، و این ظلم فقط در محیط انسانی میتونه به عقل تبدیل بشه. بنده عذر میخوام. و به همین دلیل هست که مسئله اصلی و اساسی انسان در اینه که از این عقل استفاده. نکته که در خصوص عقل انسانی امروز میدونیم این هست که تنها جنبه ای از وجود انسان که به صورت خودکار عمل نمی کنه و من شما در هر مرحله از شرایط زندگی باید اون رو به کار بیندازیم و میتونیم ازش استفاده کنیم یا استفاده نکنیم، عقل. به بیان دیگه آنچه که به عنوان عقل میشناسیم همیشه باید با تصمیم مشخص انسانی به کار گرفته بشه و مورد استفاده قرار بگیره. و به همین جهت است که از یک طرف انسان باید صاحب و دارای عقل باشه و از جانب دیگه باید اراده کنه که عقل خودش رو به کار بگیره. و باز امروز میدونید که حتی مشکلات و مسائل روانی انسان که جنبه احساسی و عاطفی داره ریشه در نحوه تفکر ما داره. یعنی انسان که از رشد عقلی برخورداره و از این عقل استفاده میکنه، توانایی اون رو خواهد داشت که در جهان احساس و عاطفه نیز رفتاری یا حالتی مناسب و درست داشته باشه. و بی خود نیست که روز اگر شما با مشکل استراب یا افسردگی، یعنی انزایتی و دیپریشن روبرو باشید، بهترین نوع معالجه و مداوا چیزیست که به عنوان شناخت درمانی یا آنچه که به عنوان کاگنیتیو تراپی میشناسیم ازش استفاده میشه. بنابراین من از این مطلبی که جامعه مهندس فرمودن استفاده میکنم و این رو به عنوان یک گفتگوی طرح میکنم که ببینم اگر مایلی درباره صحبت و بحث بیشتری داشته باشیم که تفاوت انسان از بقیه موجودات و حیوان در داشتن این تفکر و تعقل و اندیشه است. بنابراین از یک طرف وظیفه من و شما داشتن و به حد کمال رسوندن اونه و از جانب دیگه استفاده و بهره برداری از اون. برای اینکه میدونید برای رشد عقلی من و شما از چهار مرحله که مرحله اول مرحله حسی حرکتی است که بین تولد تا 2 سالگی است، مرحله دوم بین 2 تا 7 سالگی است که در حقیقت پری اپریشنال استیج هست، مرحله پیش از عقل، مرحله 7 سالگی تا 11 سالگی است که به عنوان کنکریت اپریشنال استیج میشناسیمش، مرحله ظهور عقل و فعالیت و عمل عقل، و مرحله 11 تا 16 یا 18 سالگی که مرحله فورمال اپریشنال استیج هست باید بگذاریم. یعنی انسان برای اینکه دارای عقل سالم و کاملی باشه باید این مراحل 16 یا 18 سالگی رو پشت سر بگذاره و اگر احتمالاً در طول زندگی به چنین حد و مرحله‌ای نرسید، توانایی رو پیدا میکنه که هر زمانی در دوران زندگانی خودش مراحل عقب افتاده رو جبران کنه. به این جنبه اساسی و حقیقی وجود انسان. اما نکته ای که تا 20 سال گذشته مخصوصا از نظر علمی مشخص شده و راز حیرت انگیز دیگه ای رو در این مباحث علمی مطرح میکنه که پایه و زمینه ای در چارچوب مسائل عمیق فلسفی و یا فلسفه علمی داره اینه که رشد اخلاقی انسان هرگز برتر و بالاتر از رشد عقلی اونیست. یعنی اگر من در مسیر رشد تولد تا 18 سالگی از نظر عقلی در 7 یا 9 یا 11 یا 12 یا 14 سالگی موندم، رشد اخلاقی من هم ناچار کمتر یا مساوی رشد عقلی من خواهد بود.
و بنابراین این نتیجه علمی امروز به دست آمده که فقط انسان میتونه درگیر فعالیت‌های اخلاقی و انسانی بشه که از رشد عقلی برخوردار باشه. یعنی کسی که عقل نداره اخلاق نداره، کسی که عقل نداره اگر هم دست به فعالیت‌های اخلاقی بزنه غالباً به گونه تحمیلی اجباری و بدون آگاهی و آزادی و بنابراین ارزش و اهمیتی نداره، زیرا زمینه‌های فرهنگی برخی از اوقات اصول فرهنگی رو اصول اخلاقی رو به انسان دیکته میکنن و تحمیل میکنن. اما درست منی که نمیدونم چه باید بکنم و به خاطر اجبار و آموزشون رو انجام میدم، به علت و انگیزه و یا به فلسفه رفتاری خودم واقف نیستم و اقدامی که آگاهانه و آزادانه نباشه احتمالاً گرچه ممکنه مفید باشه ارزشی در مسیر رشد تکامل من نخواهد داشت. بنابراین ملاحظه میکنید که در گفتگوهای امروز که مسئله عقل مخصوصاً با پیشرفت‌هایی که در جهت چگونگی سیستم مغزی انسان به دست آمده، به یک بار رابطه عقل رو با زمینه‌های احساسی و عاطفی و رابطه عقل رو با اصول اخلاقی مشخص می‌کنه و بالاخره مفهوم عشق رو در چارچوب تازه‌ای قرار میده که عشق رو تاج عقل می‌دونه و در حقیقت عشقی رو که امروز به عنوان عشق واقعی حقیقی در محیط علمی می‌شناسیم فقط برای کسی ممکنه که از عقل سالم برخوردار باشه. بنابراین امروز شرط اصلی و اساسی رشد و توسعه و تکامل انسانی، رسیدن به خوشبختی و سلامت روانی و در حقیقت به آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن و تحقق خود میشناسیم، رشد عقلی است و اینجاست که مخصوصا بسیاری از شما به عنوان پدر و مادر نقش و وظیفه این رو پیدا میکنید که فرزندان خودتون رو در جهانی که برای اولین بار امکان رشد عقل رو پیدا کرده، زیرا تا انقلاب صنعتی بدون تردید مردم هرگز به بیش از 7 سالگی نمی‌رسیدن، ولی برای اولین بار امکان این رشد تا 18 سالگی فراهم شده برسونید و اگر انسان از نظر عقلی رشد کامل سالم خودش رو بکنه، زمینه به جهت رشد اخلاقی، احساسی، عاطفی و زمینه‌های دیگر انسانی پیدا می‌کنه. در غیر این صورت مانند فرقی که از بینایی بی‌نصیبه و هر گونه آموزشی در جهت زیبایی و رنگ جهان احتمالاً با تصور و تفکری بسیار محدود و ناقص همراه خواهد بود. بنابراین من از مطلبی که اجرام مهندس ویروسی فرمودن به استفاده کردم که یه بحث کوچکی رو باز کنم که اگر مایل هستید درباره عقل، درباره احساس، درباره عشق و درباره اخلاق که این مجموعه کاملاً به هم مرتبط هست، مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. چند دقیقه در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست رو مطرح بفرمایید. بعد از تنفس هم اگر فرصتی باشه که امیدوارم باشه در خدمتتون خواهم بود که در این باره گفتگو بشه. و من در آغاز باید معذرتی به خاطر صدای بسیار عجیب و غریب خودم که به خاطر سرماخوردگی است از حضورتون می‌خواستم که از این بابت متأسفم. امیدم این بود که بنده رو گرفتار نکنه، ولی به هر حال به نظر می‌رسه که چنین شد. بنده در خدمتتون هستم، بفرمایید. من پرسش شما متوجه نشدم، ببخشید چون صدا نمیره. مغز انسان فرق نمی کنه با سایر موجودات. به این دلیل چون متساعدش رو میدونید یه ذره مرحل سود و مرگ خیلی بنده باش با متساعد راحت نیستم. من احتمالا مطلب مورد نظر کنم فهمیدم. خیلی بس میخواب شرمنده هم منو ببخش. ببینید عرض من یه نکته بود که هستاری به درستی بهش توجه کردی، ولی اون دیگه برای علم هست. هیچ پدیده‌ای در جهان صاحب عقل نیست.
انسان تنها موجودی است که دارای عقل. در طبیعت عقل وجود نداره، طبیعت از عقل عاری است. بنابراین وجودش در انسان به دو گونه میتونه توصیف بشه. یکی اشارتی بود که اسکالی در کلامتون بود که بگیم این عقل نتیجه مرحله خاصی از تکامل یا جهشه که در مسیر حیوان به انسان صورت گرفت و بنابراین آنچه که به عنوان عقل نظری انسانی میشناسیم که کاملا ابستره و تجریبی است و انتزاعی است و دارای ویژگی ها و خواص دیگه هم هست که میتونم بهش اشاره کنم، نتیجه تکامل و بنابراین در اون چارچوب توجیه شده. ولی این توجیه از نظر علمی با یک خلأ فوق العاده که از نظر تئوری های علمی که اساسش بر توزیع نسبی احتمال و امکان هست سازگاری نداره. یعنی شما در مسیر حیوانات شما با یه مفهوم هوش عملی آشنا میشید که کاملا برمیگرده به سیستم مغز و اعصاب حیوان و در چارچوب معینی از اون هوش نظری پیروی میکنید، اما شما به یک بار با انسان که برخورد میکنید با یه موجود کاملا متفاوتی روبرو میشید. تفاوت رو شما همونطور که اشاره فرمودید و در کلامتون بود به دوگونه میشه توصیف کرد. یکی این که ناشی از یک حرکت از کمیت به کیفیت، یکی از چهار قانونی است که هگل زمینش رو به جهت بحث فراهم کرد. درست مثل اینکه شما آبی رو دارید، یک گرم آب دارید، بهش یک کالری حرارت میدید و اون یه درجه گرم میشه، ولی این گرمای آب به یه جایی که میرسه وقتی به سطح سیر در شرایط آبی یا فشار 76 سانتی متر جیوه، وقتی شما بهش یک کالری حرارت میدید آب تبدیل بخار میشه. بنابراین شما از این بعد آب نداره، شما از این بعد بخار دارید. بنابراین در بعد از ماجرای داروین و نظریه تکامل داروین که به نظر من در همه مواردش درسته، وقتی در جهان طبیعت پیاده میشه و جای گفتگو هم نداره و هر نوع مخالفتی ناشی از برخورد عجیب و غریبی با موضوع یا برداشت غلط از نظریات فلسفی و باورهامون هست، توجیه میتونه باشه برای مسئله عقل. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره که این اصولا ماهیت عقل متفاوت و اینجاست که عرض کردم اون گروهی که مایل هستن مسئله انسان رو فقط نتیجه تکامل موجودات نشناسند بلکه در او عنصری و حقیقتی و ذاتی و جوهری و اصلی و ماهیتی دیگر ببینند، غالبا او در توصیف روح انسانی آوردن. و اگر شما برداشت و قضاوت مذهبی داشته باشید، فرض در اونجاست که اون زمانی که خلقت آغاز شده که به صورت سمبولیکش این بوده که انسان از آب و خاک ساخته شده اما خدا در اون روح حیات رو دمیده، فرض ذهنی افرادی که باورهای مذهبی دارن این است که این روح پدیده مختلف و متفاوت از جهان ماده است و بنابراین من و شما در خصوص عقل دو تا راه داریم. یکی این که اون رو در چارچوب کاملا مشخص و معین و قابل دفاع و توصیف علمی قرار بدیم که عقل انسانی نتیجه مرحله تکاملی است و در همین جا خوره اون رو نگه داریم و متوقف بشیم و البته به صدها سوال مشکل یا پاسخی نداشته باشیم یا به دنبال توجیهاتی بگردیم و یا اینکه احتمالاً ادعایی رو که اثباتش یا غیر ممکن یا حداقل مشکل هست رو باور داشته باشیم که این عقل ناشی و یا شعای روح انسانی است. بنابراین امیدوارم اگر مطلب مورد نظر باشه بنده با تأکیدم اینو روشن کرده باشم که شما وقتی که به اون چیزی که اسمش عقل انسانی است برخورد می‌کنید و ویژگی‌هاش که در هیچ جای دیگر طبیعت به هیچ شکل و فرمی نه ضعیف نه خفیف دیده نمی‌شه می‌رسید، دو تا راه داره: یا اون رو نتیجه دقیقاً تکامل بدونید و در امتداد خط تکامل بدونید، یا اینکه اون رو نتیجه یه پدیده غیر بدونید. هر دوش رو می‌تونید داشته باشید و اشاره بندم به همین بود. اما اون چیزی که مسلم و مشخص است قرار بر این است که من و شما از این عقل بهره بگیریم، هم از این که نتیجه تکامل تدریجی انسان باشه یا نتیجه در حقیقت جهش و جلوه‌ای که به گونه‌ای در انسان ظاهر شده و به همین جهت است که انسان را از بقیه موجودات کاملا مختلف و متفاوت کرده و همطور که می‌دونیم ویژگی‌ها و بستر زمینه‌ها و زمانه‌ای داره که با بقیه موجودات هماهنگ است. اگر مطلب استاری رو بنده درست گرفتم و اگر احتمالاً نه اینکه پاسخی به پرسشتون ولی حتی اگر توضیحی در جهت مطلبتون گفتم بنده بگذارم، اگر مطلب دیگه مورد نظرتون رو خوشحال میشم بنوشتم. من فکر میکنم
همونطور که خدمتتون عرض کردم، توجیه عقل در چارچوب علمی وقتی که وارد حریم فلسفه علم میشه به اعتباره با توقف کامل و سوالات بسیار روبرو میشه. به همین جهت که من شما رو به اون راه حل دیگر هم میکشونم تو درس کردم، ولی قابل اثبات در حریم علم نیست. و به همین جهت است که وقتی درباره ضمیر، یعنی ضمیر آگاه و ناآگاه صحبت میکنن، در اون لایه‌های پایین به چیزی به اسم پرایم توجه دارن که معتقدن این پرایم تفاوت نوع انسان از بقیه موجوداته و به همین جهت است که از درون انسانی یک میشه گفت شمعی وجود داره که اگر این شمع بتونه در حقیقت به گونه‌ای به شعله‌ای زده بشه و آتش بگیره، ظرفیت و زمینه اینو پیدا میکنه که بتونه نورانی و در حقیقت روشن بشه. بفرمایید. 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 فقط بلند باشه که دوستان بشنوند. تعریف عقل آیا در جوامع مختلف میتونه تعریف متفاوتی داشته باشه یا یکسان؟ و سوال دوم بزنید دو. فرمودن آیا تعریف عقل در جوامع مختلف متفاوته؟ اگر تعریف علمی است، تعریف عقلی و منطقی است، یه تعریف بیشتر میده. مردم همیشه حق دارن برای هر مفهومی هر تعریفی بزنن. یعنی شما اگر برگشتید گفتید من مادر رو یا ازدواج رو یا همسر رو یا فرزند رو اینگونه تعریف می‌کنم، این تعریف شماست. ولی تعریفی که پذیرفته بشه و جنبه عمومی پیدا کنه یه مسئله است. تعریفی که بره در چارچوب علمی و وقتی شما سیستم رو میسازید، مفاهیم رو یا واژه‌ها رو تعریف کنید و از ترکیب اون سیستمتون رو بسازید، اونجا دیگه تکلیف مشخصه. درست میشه که مثلث یا مربع یا ضرب یا جمع در ریاضی تکلیفش مشخصه. هیچ کس نمیتونه بگه من مثلثم یه جور دیگه است. خب شما میتونید اینو بگید، محترمم هست برای من، ولی اینو تو هیچ کتاب علمی نمیبینید. هیچ کتاب علمی هم از شما نقل قول نمیکنه، معنای هیچ گفتگوی علمی یا فلسفی هم قرار نمیگیره. بنابراین اگر من بفرمایید عقل رو جوامع مختلف متفاوت دیدن، بله، به همین جهت است که بنده معتقدم 90% کسانی که در طول احتمالاً از 100 سال قبل، حتی 200 سال قبل، 100 سال 200 سال قبل در کتب مختلف از جمله حتی در مفاهیم فلسفی علمی یا برخی از اوقات عرفانی ما گفتگو درباره عقل کردن، به نوعی و به جنبه‌ای از این عقل توجه کردن، حالی که امروز من و شما یه نگاه تازه‌ای داریم. درست مثل این که در طول تاریخ چیزی به اسم پزشکی بوده و پزشک هم داشتیم، اما اون پزشکی کجا و این پزشکی کجا؟ این پزشکی است که مبتنی بر شناخت اشیا و روابط اشیا و خواص اشیا است و بنابراین شما با یه مجموعه و یه سیستم هماهنگی روبرو هستید که توانایی انجام کارها رو داره. و حالا که اون شناخت قبلی شناخت مبتنی بر تجربه محدودی است که غالبا میتونه با سوء تفاهمات و گرفتاری‌ها همراه باشه. بنابراین در حالی که مفهوم عقل در جوامع مختلف و فرهنگ‌ها برای هر آدمی متفاوته و بسیاری از مردم وقتی حتی خودشون رو صاحب عقل میدونن یا به دیگری میگن عقلت کجاست، اصلا قصدشون این نیست، چیزای دیگه مورد نظر، یعنی حافظت کجاست. و اتفاقا خاطرم نمیره که چندی قبل دوست که من تلفن کرد و از من سوالی داشت، بعد به من گفت که من خواستم ببینم به عقل ناقص شما چه جوری فهمیدم. اونم فهمیده که آخه تراب و مطلب دوم سوال دوم درمون مسئله به تو گفتن که نادون سنگی به راه میذاره میندازه هزار تا عاقل دنبالش میدونن تا سنگ در بیارن. از نظر شما جامعه‌های دنیا مثل هیتلر اینها عاقل بودن؟ اگر عاقل بودن حرکتی که کردن عاقلانه نبوده، اگر نادان بودن چرا کلی عاقل رو دنبال خودشون کشید؟ نه من این نمیدونم، البته تجزیه و تحلیل رو میفهمم، ولی یه ذره اگر عاقلانه بهش فکر کنید اینجوری نمیشه به اون نتایج رسید. داستان عبارت از این است که اینکه یه دیوونه یه سنگ میندازه تا سطح عاقل در میان، بله شما میتونید با یه کار کسی رو بکشید و تمام دکترها به جایی نرسه. بنابراین اون نشان دهنده توانایی تخریب و بنابراین توانایی تخریب یعنی قاعده کون و فساد یه مسئله جدی است. مورد دوم این که هیتلر عقل داشت یا نداشت، اون یه قصه دیگه است. برای اینکه واقعا مطلبی که در اینجا مطرح است این است که رشد اخلاقی بیشتر از رشد عقلی نیست، اما راه عقل با اخلاق متفاوته. تنها خاصیتی که در عقل وجود داره توانایی آزاد کردن انسانه که به خاطر این آزادی مفهوم اخلاق معنی پیدا می‌کنه. چون اگر من و شما مانند بقیه پدیده‌های مادی تابع اصل الهیت باشیم، ما آزادی نداریم. ببینید این لیوانی که اینجاست با آبی که درش هست هیچ چاره جز شرایطی که الان داره نداره.
هیچ کار دیگه نمیتونست بکنه. اگر جرارت داره، اگر ترکیبی داره، اگر موادی دارشه، اگر اینجاست، اگر به صورتی است که هست، اجبار به این حالت داره. و چون اجبار در جهان طبیعت حاکمه، هیچ کس مسئول نیست و چون مسئول نیست از سر اخلاقی گرفتار نیست و مجازات و مکافاتی هم نداره. یعنی شما هرگز به یک پرنده نمیتونید بگید چرا اینگونه پرواز کرد، به یه سگ نمیتونید بگید چرا استخونی رو خورد، به یه شیر نمیتونید بگید چرا یه آهوی رو شکار کرد. علتش این است که اونا بر اساس قواعد اجباری خارج از کنترل و اراده و انتخابشون بدون آزادی حرکت. اما وقتی شما به انسان میرسید، انسان به دلیل همون عقل به آزادی میرسه و بنابراین گرچه عقل و اخلاق به هم مرتبطن، اما عقل و اخلاق یکی نیستن. بنابراین شرط این که شما عاقل باشید و اخلاقی باشید است که رشد اخلاقی هم در شما صورت گرفته باشه. بنابراین انسان میتونه عالم باشه، عاقل باشه، بد اخلاق و بی اخلاق اون خودش مسیر خودش داره. اما عکسش ممکن نیست. یعنی شما نمیتونید عاقل نباشید، عالم نباشید، اخلاقی باشید. این درست نیست. برای اینکه رشد اخلاق کاملا مرتبط به رشد عقله. بنابراین این جهت معادله از نظر توجیهش مهمه. به همین دلیل که کسی مثل گولدبرگ وقتی که مطالعاتی رو در سطح جهانی انجام داد که رشد اخلاقی مردم چگونه مرتبط به رشد عقلیشونه، کاملا تونست نشون بده که آدم ها باید حد عقلی از رشد عقلی رو مثلا داشته باشن، در حد 12 سالگی باشن تا اخلاق 12 ساله رو داشته باشن. اگر یک کسی رشد عقلیش تا مثلا فرض کنیم 10 سالگی که ما دقیقا ماه به ماه یا بعد از 7-8 سالگی دو سه ماه ما تست داریم که میتونیم آزمایش کنیم، هیچ وقت ممکن نیست که رشد اخلاقی آدم از رشد عقلیش بالاتر بزنه، مگر در اون مواردی که به چیزی عادت کرده و بدون آزادی و آگاهی انجام میشه. یعنی من ممکنه کار اخلاقی بکنم فقط به دلیل که پدرم و مادرم اون رو به من آموختن، ولی خودم از چگونگی و چراییش با خبر نیستم و این بر اساس اصل اول اخلاق که آزادی و حق انتخاب مطرح نخواهی. و به همین جهت که انسان تنها موجودی است که آزادم هست، به همین جهت که مسئولم هست و چون آزاد و مسئوله اون وقت است که مسئله اخلاق هم معنا پیدا می‌کنه. بفرمایید. آقای دکتر، سوال من تقریبا فنیه. گاهی دیدیم که افرادی هستن که شعور بالایی دارن، یعنی آیکیو بالایی دارن، در مقابل آیکیو بالا نمره خوب میگیرن، ایدی میگیرن، آنالیستون هستن، ولی عقل اون جاجمنتشون خیلی ضعیفه، تصمیمای بدی میگیرن. چرا هست؟ ببینید، شما به مطلبی اشاره فرمودید که آیکیو در این اینتلیجنس کوشن اون هوشه، هوش با عقل متفاوته. اینتلیجنس یا هوش پی بردن به روابط سطحی اشیاست و در حیوانات هم هست. یعنی هوش مشترک بین انسان و حیوان، فقط کمی با هم تفاوته. بنابراین آنچه که به عنوان هوش انسانی هست در حیوان دیده میشه، اما اون چیزی که به عنوان عقل یعنی رشنال مایند و ریزنینگ هست در حیوان دیده نمیشه. بنابراین انسان ها میتونن باهوش باشن و کم عقل، و نیمی از ایرانیان اینگونه، باهوشان کم عقل. علتش هم این است که رشد هوش همینگونه صورت میگیره و در این حال هوش ارثی. بنابراین بنده اگر پدر و مادر باهوشی داشتم یا همسایه های باهوشی و پدر بیهوشی که اتفاقا اینجوری هم اتفاق بوده، احتمال این که بعد هوشی من بالا باشه. بنابراین هوش شما بیش از 85% شاید حتی 90% شرسی است. اما عقل متفاوته. به همین جهت که انسان تا 7 سالگی با هوش زندگی می‌کنه. زمینه‌هایی وجود داره که از 7 سالگی عقل ظاهر میشه. بنابراین انسان قبل از 7 سال عقل نداره. و بنابراین فعالیت‌های کودک انسانی در 2-5 سالگی بر اساس یه سیستمی قابل توجیه که ما به عنوان هوش می‌شناسیمش. نتیجتا من میتونم قبول کنم آدم ها هوش دارن، عقل ندارن. البته تنها داشتن هوش و عقل برای تصمیم گیری درست کافی نیست. حداقل در خصوص مسائل شما اولا باید علم داشته باشید و بعدا اطلاع. فرض بفرمایید پس داری باهوش هستید، عاقل هم هستید، البته مسئله عقل زنی مشکل میکنه کار، ولی میخواید خونه بخرید. شما اگر دانش اقتصادی رو نداشته باشید و اطلاعات اقتصادی نداشته باشید، دیگه الان در زندگی رو باید خونه خریدن. بنابراین هوش شما فقط ممکنه به شما کمک کنه که در به دست آوردن دانش و اطلاعات حرکت کنید. ولی اگر اون تیکه رو بخوایم بذاریم کنار، یعنی بگیم با توجه به هوشی که داریم خونه بخریم یا نخریم و ما نخواهیم اون اطلاعات و یا علم رو داشته باشیم، شما میتونید کاملا اشتباه کنید. بنابراین آدم ها مادام که علم نداشته باشن، اطلاع نداشته باشن،
عقل نداشته باشن میتونن اشتباه کنن. اینا در حالی که به هم مرتبطن ولی داشتن یکی وجود دیگری رو اثبات یا نفی نمیکنه و بنابراین مجموعه اونها همه باید وجود داشته باشه. جان مهندس فیروزی محکم اینجا ایستادن. من هستم خدمت. من وقت دارم بعد از تنفس یا نه؟ من بولم دارم میزنم. برای خبر ندارم من چی پای سرش رو بردم. من میتونم سوالاتی هست که ذرم نون و پنیر و سبزی هم در خدمتون هست. من در خدمتون هستم بعد از تنفس اگر فرصتی بود که خوشبختانه مثل این که هست اگر فرصتش دیگه ای باشه در خدمت کنم. سپاسگزارم از محبت و توجهتون. با لطف کنید صبر کنید تا اونجا من در استاد عزیز اجازه بفرمایید که چند مطلب دارم. چای من حاضر نیست. عجله دارم. عرض کنم خدمت شما که یکی دو تا مطلب قبل از این تشریف ببرید برای پذیرایی خدمتتون عرض بکنم. در سان دیگو سمینار آموزش‌های کامپیوتری خواهد بود به صورت ماهیانه در سان دیگو برگزار خواهد شد. منتظر اطلاعیه بعدی باشید برای افراد 9 ساله تا 99 ساله. انجمن مطالعاتی پویا روز یک شنبه 28 ژانویه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در سالن اجتماعات کتابخانه لایا جلساتی را برگزار خواهد شد. روز یک شنبه 28 ژانویه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر انجمن مطالعاتی پویا فلایراش در بیرون هست و اگه لازم شد اطلاعات زیاد را آقای دکتر در اختیارتون قرار خواهد داد. راجع به اجرای موسیقی اصیل ایرانی اطلاعیه لازم داریم فلایر راه هست. اونایی که دلشون مخواد بچه هاشون یا خودشون آشنا بشن لطفا مطمئنم شماره تلفن هم اونجا هست با جناب خیاب تماس بگیرید. بعدا من و آقای بامبتی هم از پنجاب بالاتیم شاگرد آقای خیاب هست. پس امید زیاد هست اگه شما ها یاد گرفتید دیگر هم بیشن جا. خب عرض کنم خدمت شما که اطلاعیه دیگری راجع به یلو پیج هست. فلایرش در بیرونه. به 2001 دارن خودشون آماده میکنن. خانم سهیلا لطفی امیدوارم ایشون از هواپیما نترسن چون من از هواپیما خیلی میترسم. ولی ایشون مدیر آژانس هستن و وسایل مسافرت شما را خیلی راحت فراهم میکنن. بعد به مدیریت آقای کامران کرمازی در سان دیگو ایشون آمادن به تمام جلسات شما. عرض کنم خدمت شما که غذاهای اصیل ایرانی در نهایت اطمینان وارد بکنم و مشکل خانم‌ها را حل بکنم. اما یه مشکلی که من دارم و شما باید حل بکنید. ما آمدیم 5 سال پیش یه شعری گفتیم بعضی وقتا تو قافیه‌اش می‌مونیم. قافیه باید از اینه که بیایم یه جلسه می‌گیریم و مقدار زیادی خرج میشه. آخر سر خالوی میاد یه کاغذ میده دست من و میبینه که یه مقدار زیادی هم ضرر کرد. این ضررها را هیچ جای دیگه نقبول میکنه و این گلو به شما میدم که هرگز از پشت این میکروفون به خاطر تأمین مسائل مالی از کسی برنامه نخست. تمام برنامه های ما جنبه فرهنگی، انسانی و به اصطلاح شرافتمندانه اجتماعی داره و هیچ ارتباط به بیزنس نداره، در حالی که تمام بیزنس ها مقدس هم محترم هم و هر انسانی که کار میکنه نابود باید تبلیغات کار خودشه بکنه. بنابراین بودجه اینجا و روشن کردن این چرا فقط برمیگرده به جیب قدرت شماست و اگر شما لط بکنید از اون پاکت ها بردارید. من دیدم یه دفعه یکی از آقایون خواهش کرد که به همه پاکت بخش بکنن، یکی از این پاکت ها خالی بنده شد. اجباری در کار نیست. این یک به اصطلاح احساس مشترک. کی باید این به خارجه بده؟ شما. کی باید این تأمین بکنه؟ شما. هیچ اجباری نیست که به کسی پاکت بدیم و اون دلش نخواد پولی بده و پاکت خالی بجاید. این در شأن جامعه ایرانی و با فضیلت ایرانی نیست.
ما جامعه‌ای بودیم با تمام مشکلاتی که داشتیم از نظر مهمان رفتن، بخشیدن. من یادم میاد که در شهری که من بزرگ شدم افرادی بودن که اینا میرفتن و جهاز تهیه میکردن برای خانواده‌هایی که دخترشون به حد ازدواج رسیده و جهاز نداشتن و اسمهاشون خط میزدن و نمیخواستن بدونن. ما از همچون مملکتی بودیم، یکی که دلشون میخواد که اسمشون ذکر بشه. اینجا هستن افرادی که واقعا سالهای پیش خیلی تقبل کردن، حتی گفتن که لازم نیست بهشون قرض بدیم. این یک مسئله به اصطلاح اختیاری، اما من مجبور هستم بازگو بکنم چون از طرف دوستان به خصوص خالوبی و اون روای شامچی همیشه مورد بازخواست قرار میدن. این به من میگه آقا پشت میکروفون خوبی، من که در مورد خواستن پول میگم آقا من که کاسه که داریم همیشه بازه. حالا این روزای پنجشنبه بذارید که مردم لاغر به خاطر پنجشنبه بدن، روزای یکشنبه نمیدید. در هر صورت لطف کنید پاکت ها اونجا هست، به دلخواه خودتون اگه خواستید کمک بکنید به بنیاد مهرگان، چکی نقدی بنویسید اونجا بندازید. در هر صورت چای تازه و منتظر شما. دوستان توجه کنید قبل از اینکه قول بتونم چهره را دست بدید یک لحظه. اولا این برنامه سمینارهای کامپیوتر من قرار گذاشتم که هر ماه در سانتیاگو، ایرواین و اله من برنامه بذارم و چون من در سانتیاگو هنوز جا رو نتونستم مشخص کنم ولی تاریخش رو دارم، در فوریه نهم ماه فوریه جمعه من قرار بود ساعت 2 بذارم تشریف، چون 4 ساعت تو 4 ساعت یک کتاب رو من درس بدم. بعد من گفتم که خیلی کار میکنن به جای 2 5 بذاریم تا 9 شب. این برای کسانی است که از کامپیوتر هیچ نمیدانن یا کم میدانن یا خیال میکنن که میدانن. خیلی مشکرم. من که نمیدونم. بله نهم فوریه جمعه ساعت 9 ببخشید 5:00 بعد از ظهر. من لطف کنید، من چون نمیدونستم مکانش کجاست، من الان بیرون هستم، شاید از دوستانم کمک کنم. هر کس که فکر میکنه میتونه بیاد به من تلفن شون رو بدن، ولی من از طرف رسانه گروه هم رو ما قبول خواهیم کرد. خیلی متشکرم. خواهش میکنم.